عزیز و ارجمند تلویزیون سیموی شهری پنجکند نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. با اشتراک سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان مانوئل میکالر، رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالق‌زاده، عالمان و محققان مراسم انجام تطبیق لایحه حفظ یادگاری شهری قدیمی پنجکند برگزار کردید. سفیر ایالات متحده آمریکا مانوئل میکالر و رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالق‌زاده در مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری پنجکند به حضور پذیرفت. او با مقصد اشتراک در مراسم انجام لایحه تجدید و حفاظت یادگاری های عصرهای 5-8 میلادی شهری پنجکند قدیم با سفر کاری به شهر تشریف آورد. امروز جمهوری تاجیکستان با زیاد کشورهای جهان رابطه و همکاری های سودمند را به راه مانده است که در این شمار ایالات متحده آمریکا یکی از شریکان با اعتماد کشور می باشد. ضمن ملاقات تاکید گردید که همکاری ها با ایالات متحده آمریکا اساسا در سمت های تجدید و حفظ یادگاری های تاریخی و سمت های گوناگون براه مانده شده، همزمان امکانیت و سمت های همکاری در ساحه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی مطرح کرده شدند. پس از ملاقات رسمی مهمانان از شهری پنجکند قدیم دیدن نمودند. با راهنمایی و دستگیری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال گذشته 15 یادگاری تاریخی حدود کشور از جمله 5 یادگاری شهری پنجکند به فهرست میراث بشری یونسکو شامل شدند که یکی از آنها یادگاری عصرهای 5-8 میلاد شهری پنجکند قدیم است. در دایره همکاری ها با کشورهای جهان با دستگیری حکومت مملکت، از جانب برنامه خزینه سفیران ایالات متحده آمریکا برای حفظ یادگاری های فرهنگی، لایحه برقرار سازی و حفظ این یادگاری بی‌نظیر تاریخی عملی کرده شد. ضمن سفر کاری سفیر ایالات متحده آمریکا، مراسم انجام لایحه بالاذکر با اشتراک سفیر در تاجیکستان مانوئل میکالر، رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالق‌زاده، عالمان و محققان و اهل فرهنگ برگزار گردید. در جمع آمد دیرکتوری پژوهشگاه تاریخ، بستانشناس و مردم شناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم ها عبیدالله کریم‌زاده، رئیس شهر عبدالخالق خالق‌زاده، سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان مانوئل میکالر از جایگاه و اهمیت این یادگاری و همکاری ها جهت حفظ برقرار سازی و تحقیق آن یادآوری نمودند. از جمله گفته شد که با تطبیق لایحه نگهداری میراث فرهنگی برای نسل های آینده در شهر قدیمی پنجکند 4 انشاءات مهمی آن از جمله معبد آتش پرستی عصرهای 5-6، باقی مانده های دیوار عصر 5، تالار پذیرایی مهمانان با نام رمزی رستم نامه، دیوار مدافعوی پنجکند قدیم تجدید و برقرار شده، در مسافه 2.8 کیلومتر حدود یادگاری پنجره بندی کرده شده است. سفیر ایالات متحده آمریکا که ضمناً با زبان تاجیکی سخن گفت، تاکید داشت که برای سفارت ایالات متحده آمریکا دستگیری برقرار سازی این شهری بوستانی راهی بزرگ ابریشم یکی از مسیرهای پرمعنایی است که طریق آن ما احترام و قدردانی خود را به تاریخ و فرهنگ غنی تاجیکستان بیان می نماییم. در جمع آمد به خزینه سفیران ایالات متحده آمریکا برای نگهداری میراث فرهنگی تشکیلات جمعیتی جوانان پیشصف، پایگاه بستانشناسی پنجکند، سررسم پژوهشگاه تاریخ، بستانشناسی و مردم شناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم ها، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و همه علمان و متخصصان اشتراکچیان تطبیق لایحه اظهار سپاس کرده شد. سفیر و هیئت همراهانش از قسمت های برقرار شده یادگاری و آثارخانه پنجکند قدیم دیدن نمودند. در ادامه بازدیدها باشد سفیر ایالات متحده آمریکا از مرکز آمریکایی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهری پنجکند دیدن نموده با استادان و دانشجویان صحبتی آزاد انجام داد. گزارش مرتبه رحمان و زرهونی نعمت‌الله. در کاخ فرهنگ شهری پنجکند، رئیس شهر عبدالخالق خالق‌زاده با فعال زنان شهر و دیهات پنجکند وابسته به اجرای قانونهای جمهوری تاجیکستان، بلند برداشتن معرفت حقوقی، اخلاق جامعه و پیشگیری ظهورات نامطلوب ملاقات نمود.
در کوه فرهنگی شهر پنجکنت رئیس شهر عبدالخالق خالق‌زاده با فعالان شهر و دهات واخوری دایر نموده از جریان ملاقات سرور دولت با نمایندگان اهل جامعه و خادمان دین کشور سخن گفته قید نمود که متاسفانه حادثه های ویران نمودن قانون در بابت گذراندن مرک ها به چشم می رسد. حالا هم بعضی آدمان در برگزار کردن مرک ها به اسرافکاری راه می دیند. تأکید گردید که ظاهر پرستی و اسرافکاری و رعایت نکردن معیار و اندازه های معین شده انانه و رسم و آیین های مردمی دینی از جمله صد راه بلند گردن سطح زندگی اهالی می گردد. هنوز 300 سال پیش از این میرزا بدیل به ما هشدار داده بود. زندگی در زیر باری رسم و آیین مردن است، دست دست توست بیشکن این تلسمی ننگ را. با یادآوری از فرموده های قرآن و حدیث های نبوی باری دیگر تاکید گردید که اسرافکاران را خدای تعالی دوست نمی دارد. نباید ما بازی و دوروی روح دیم و تعصب کاری کنیم. هر کس باید بچینی کرپش پای دراز کند و با نوگی سوزن جمع کرده با پنشوخه بود ندید. نشاندادی شریعت اسلام و قرآن کریم را احترام کند. همزمان سروری دولت محترم امام علی رحمان از اهل جامعه کشور دعوت نمودند که با رعایت انانه های نکوی اجدادی با مسئله انجام تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری براه ماندن مراسم ادای حج و عمره اجرای کارهای خیر و ثواب در عرفه عیدها دراز کردن دست سخا به احتیاجمندان یتیمان و کمبیزاعتان غمخواری نسبت به پدر و مادر و خواهران و برادران خویش توجه مخصوص دهند. سپارش های دیگر به نمایندگان جامعه کشور آید به تعلیم و تربیت نسل نوروز در راه خیشتن شناسی و وطن دوستی، بنیاد مؤسسه های معاصر تعلیمی، انشاءات مختلف اجتماعی اقتصادی، رعایت قانون های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند داده شد. در این واخوری همچنین چند تن از زیایان و خادمان دین نسبت به هدفهای ارزشمند رهبریت و دولت و حکومت کشور، اجرای ختمی قانونهای مقررات حقوقی، اینچنین دیگر مسئله های مبرم جامعه اندیشه‌رانی نموده، همزمان با نگرانی ها و طلبات خیرخواهانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان عرض هم‌آوازی و پشتیبانی کردند. در خاتمه رئیس شهر پنجکنت عبدالخالق خالق‌زاده از مسئولین ساحه دعوت به عمل آورد که وظیفه و سپارش ها را با درک بلند مسئولیت سری وقت به اجرا رسانند. گزارش میسره تیلویه و خیام جورایف شوحسن صالحوف. بینندگان گرامی یاد رس می شویم که گزارش مفصل از این ملاقات روزهای نزدیک نمایش داده می شود. رئیس شهری پنجکنت عبدالخالق خالق‌زاده از جماعت دهاتی سوچینه دیدن نموده برای رشد ساحه کشاورزی وسعت کارهای آبادانی و سازندگی در نزد مسئولین دستور و سفارش های مشخص گذاشت. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. در اساس نقشه کاری مقامات اجرایی محلی حکومتی دولتی شهری پنجکنت، شناسایی رئیس شهر عبدالخالق خالق‌زاده با جماعت های دهات با مرام ادامه دارد. در جریان بازدید نوبتی از جماعت دهاتی سوجینه، رئیس شهر عبدالخالق خالق‌زاده نخست با رفت کشتی کاری بهاری از جمله کشتی کارتوشکا شناس کردید. به رئیس شهر اطلاع داده شد که سال روان خواجگی های دهقانی جماعت دهاتی سوجینه تصمیم گرفتند که میدان کشتی کارتوشکا را وسع میکنند. از رئاسه کشاورزی شهری پنجکنت به ما اطلاع داده که سال روان در قلمرو شهر دهاتی پنجکنت کشتی 3900 گکتار کارتوشکا به نقشه گرفته شده است و تا به امروز تقریبا در میدان 1000 گکتار کارتوشکا کشت انجام یافته است. همزمان رئیس شهر در جریان شناسایی با رفت کارهای بهاری در یک قطار خواجگی های دهقانی جماعت دهاتی سوجینه با جریان کشتی سبزباد از جمله کرم شناس کردید و با مسئولین دستور داد که واقعاً برای تامین بازار استعمالی شهری پنجکنت و صادرات آن به دیگر منطقه های کشور باید دهقانان جماعت دهاتی سوجینه از امکانات های موجوده از جمله آب و زمین سمرانو استفاده نمایند. در جماعت دهاتی سوجینه سرهای اوخل با
اختتام یک گروه صاحبکاران و مبلغ گذاری های تشکیلات های بین الحقوقی بنیاد باخو بومران پیش می رود. رئیس شهر با باخوی که در اینجا بنیاد شده است شناس کردید و مسئولین را وظیفه دار کرد که ما باید در انتخاب درخت، پروریش آنها و همزمان تامین بازار استعمالی با میوه از تمام امکانات ها ثمرناک استفاده نماییم. مورد ذکر است که در جماعت دیهات سوجینا از طرف صاحبکاران بنیاد یک سلسله انشاءات جشنی با مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جریان میگیرد. رئیس شهر با صاحبکاران و دیگر مسئولین پیرامون بنیاد چنین انشاءات صحبت آرس با رهبریت جماعت دیهات سوجینا و آنهایی که با بنیاد انشاءات جشنی مشغولند دستور داد که پیش از همه باید نمای معماری و صفت ساختمان تامین کرده شود. یک نفر صاحبکار برای تامین ساکنان جماعت دیهات سوجینا یک نانواخانه زمانوی را به استفاده سپارید که همه کارها اینجا به طور خودکار یعنی افتوماتی انجام داده می شود. در جریان سفر کاری با جماعت دیهات سوجینا رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده دو نفر ساکنان این جماعت موجوده خدایورو و زهرا قاسمو را مورد عیادت قرار داد. با آنها کمک های مادی رسانید و همزمان اظهار داشت که امروز چنین طبقه های نیازمند جامعه تحت نظارت و غمخواری های رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ولایت سغد و شهر پنجکین قرار دارند. شناسایی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با رشد اقتصادی و اجتماعی دیگر جماعت های دیهات ادامه دارد. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. حالت اجرای قانونگذاری اوید برای آیندن جریمه ها و حقوق ویران کنی های ماموری در جلسه وسیع شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق تحلیل و بررسی کردید. در جلسه وسیع شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق شهر پنجکین در زمینه دستور سپارش های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشگوی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مسئله حالت اجرای قانونگذاری اوید برای آیندن جریمه ها از روی پرونده های جنایتی و حقوق ویران کنی ماموری در سالهای 2022 و 2023 مورد بررسی قرار داده شد. ضمن شنیدن حسابات اجراچی خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین و یاردمچی پرکرور شهر، رئیس شورا پرکرور شهر، مشاور عدلیه درجه یک اسکندر رحمت‌زاده و دیگر اعضای شورا ملاحظات خیش را نسبت به این مسئله بیان داشته، با قرار شورا نمایندگی خدمات اجرا در شهر و دیگر شخصان منصبدار وکالتدار از جمله مقامات نظارتی، نظارت انداز، خدمات نقلیات، اداره کمیته زمین، حفظ محیط زیست، مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی وظیفه دار شدند که مقررات قانون درباره استثنالات اجرا را قطع رعایت نموده مبلغ جریمه ها را طبق پرونده های جنایتی و حقوق ویران کنی ماموری رویانیده در مهلت مقرر شده به بودجه دولت وارد نمایند. در جلسه وسیع شورای هماهنگسازی اینچنین رفت دعوت جوانان به خدمت حربی و پیشنهاد مقامات حفظ حقوق محاکمه و بررسی گردید. مطابق نقشه ستادی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی شهر پنجکین در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 جماعت دیهاتی سرزم روزی نمونوی مدافع گرجدنی برگزار کردید. س
ساعت 10 روز بانگ خطر اعلان شد، زیرا آفت طبیعی زمین جنبی سخت با درجه 6 بال به عمل آمد و برابر ساکنان زیاد از 1000 نفر خوانندگان و معلمان از مکتب به ورزشگاه برآورده شدند. این یک لحظه آموزشی خوانندگان در حالت فوق‌العاده بود. سالی روان روزی مدافع گرژدنی نمونوی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 جماعت دهاتی سرزم تشکیل و گزارانده شد. در چوربینی مذکور معاون یکم رئیس شهر محمد صادر سفرزاده، کارمندان خدمات آتش نشانی، نمایندگان ساحه معارف و تندرستی، اداره برق و علاقه، خدمات سانیتری و اپیدمیولوژی، خوانندگان و آموزگاران مؤسسه تعلیمی مذکور اشتراک نمودند. زمین سخنرانی مهمانان از هدفهای اساسی برگزاری روزی مدافع گرژدنی نمونوی ابرازی اندیشه کردند. پس از چوربینی رسمی طالب علمان با کارهای عملی شروع کردند. از روی نقشه پیشبینی شده آنها با آسیب دیدگان آفاتهای طبیعی از جمله حادثه های سختار، آبخیزی و زمین جنبی، چطور رسوندن یاری اولی طبی، چارههای بی‌خطری هنگام آب‌بازی در موسم تابستان را از روی فهمیش و دانش گرفته‌شان عملا نشان دادند. اینچنین نمایش رسم‌ها و معین کردن بهترین از بین آنها شرط دیگری روزی نمونوی مدافع بود. دسته های اکتشافی یعنی رزویدکچی ها حفظ ترتیباتی جمعیتی، اتش نشانی، نجات دهی و دروژینه سانیتری نیز در روزی نمونوی مدافع گرژدنی فعالانه اشتراک نمودند که از طرف اعضای کمیسیا برای اجرای کارهای عملی بهای بلند داده شد. برگزاری برنامه ادبی و فرهنگی انجام بخش روزی مدافع گرژدنی نمونوی 2024 در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 بود. باید گفت که مقصد از تشکیل و برگزاری روزی مدافع گرژدنی نمونوی بلند برداشتن دانش و ملکه عملی خوانندگان در حالت فوق‌العاده و مدافع گرژدنی، آموزاندن راه درست، پیشگیری و رفع عاقبت‌های حالت فوق‌العاده و آفات‌های طبیعی بین ساکنان و خوانندگان و آموزگاران می باشد. باید گفت که سنه 2 می سال روان در تمام مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی روزی مدافع گرژدنی نمونوی گزارانده می شود. مسئله باجای های نوی کاری تأمین نمودنی کارچویان تحت نظارت دائمی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات داخلدار قرار دارد. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما. با مقصد به شغل فرا گرفتن ساکنان شهر و دهات پنجکند از طرف ریاست اگنتی مهنت به شغل اهالی در نزد کاخ فرهنگ شهر یارمارک جایهای خالی کاری تشکیل کرده شد. در این چوربینی معاون رئیس شهر پروین نقیبی اشتراک نموده با مسئولین و کارجویان ملاقات کرد و آنها را به آموزش کسب و کار گوناگون دعوت نمود. درباره شماره جایهای خالی کاری سردار ریاست اگنتی مهنت به شغل اهالی نگار زمانیان به ما چنین معلومات داد. امروز طبق نقشه چوربینی ریاست اگنتی مهنت به شغل اهالی در شهر پنجکند در یکجایگی با فیلیال مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی کلانسولان تاجیکستان و خدمات مهاجرت تصمیم گرفتیم که یارمارک جایهای کاری خالی و وظیفه های آزاد را در نزد کاخ فرهنگ گزارانیده باشیم. در این یارمارک 186 جایهای کاری خالی در مرکز شهر، جای کاری خالی در جمعیت سهامی کشاده نخب برقی آبی روغن و زیاده از 1000 جای کاری خالی بیرون از جمهوری، یعنی که در فدراسیون روسیه، دولت قطر و دولت دبی پیشنهاد مردم گردانیدیم. در آینده نیز نقشه داریم چنین یارمارک های جای کاری خالی و وظیفه های آزاد را بیشتر پیشکش مردم نماییم. پس از انجام یارمارک مسئولین به ما خبر دادند که از 150 نفر کارجویان 20 نفر با جای کار تامین کرده 4 نفر راحت به ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون گرفتند، 25 نفر به کورس های کسب آموزی فرا گرفته شدند. باید گفت که در مرکز تعلیمی کلانسالان از روی 36 نمودی کسب هنر آموخته می شود. گزارش مایسر تیلویو و شوفسان سولیف. طبق نقشه چوربینی های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، دوری شهری آزمونی اویله نمونوی با اشتراک اویله های بهترین شهر و دهات پنجکند برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه توجه نمایید.
اولا اساس دولت است. چطور که امارت از خشت ها بنیاد می‌یابد، دولت هم از اولا تشکیل می‌گردد. با مقصد تقویت مقام و نقش اولا در جامعه، توسط راه های بلند برداشتن مسئولیت اولا در تحکیم فرهنگ اولا داره، همچون ارزش مهم اجتماعی فرهنگی، نگاه دارانده انعنه های ملی، معنوی و اخلاقی در مناسبت های اولوی، بالا بردن معرفت حقوقی، شهروندی و روزگارداری اولا ها، کاهش دادن شماره بیکارشوی عقد نکاح و بسرابان مانده فرزندان، بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند، آماده نمودن جوانان به حیات مستقلانه و هدایت آنها به نگاه و بین و پرستاری والدین در طرفخانه دوستی، آزمون شهری عالی نمونوی با اشتراک اوله های نمونوی شهر و دهات پنجکند برگزار شد. در این آزمون اوله های رسولوف ها از محله عزیزآباد، اوله بابای فضل‌الدین از جماعت دهات لایق شیرالی، اوله عزیز مرادوا از محله رودکی، اولی بابا بکوفا از محله شادیانه، اولی بابایفا از محله ده سالگی استقلالیت، اولی زاکرف حضرتقل از جماعت دهات اماندره دهه رواد، اولی یوسوپوف مرادقل از جماعت دهات موغیان، اولی صفیف اسدالله از جماعت دهات یوره، اولی رجبف عبدالغفار از جماعت دهات کاستراش، اولی احمد و نصیبه از جماعت دهات خلیفه حسن، اولی بابایف داداجان از محله زردالوزار، اولی اشور و برنا از محله بایمراد خلمرادوف، اولی جوریف نرزالله از محله شفتالوزار و از جماعت دهات خورمی، اولی قادیرف عبدالنقیب اشتراک نمودند. مدیر شعبه کار با زنان و اولی نزد مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن همزیره زمان و چوربینی امروزه را افتتاح نمود. سپس حیات حکامان از اوله های نمونوی دیدن نمودند. سپس هر یک اوله ها درباره روزگار شیرین خود معلومات دادند. من افتخار دارم که با چنین معلمایی که امروز جمعیت پنجکن میشناسد اوله دار هستم و اگر کمی به تاریخ اولوی ما نظر افکنیم، سالی 77 وقت زمانی که من دانشگاه ملی تاجیکستان یعنی اونیورسیتی را ختم کرده به پنجکند اومدم، شادروان روزیخواد گورینیسوف مرا با کمیته کمسومول به کار دعوت کردند و باز هم گفتند که یک جوانی که مثل شما فاکولتیت شهرشناسی را تمام کرده اومده است در آموزشگاه آموزگاری جای خالی هست و اگر ممکن باشد شما به اونجا کار میروید. خب چرا نه؟ کمسومول که بودیم همه وقت به پیش رفتیم و آموزشگاه آموزگاری و روز دویومی کار به خونه معلمان در آمدم که یک معلمی نازمی جوان نشسته ببینم اشور با برنا و از دمون جا ما شناس شدیم و تا امروز من شکر خداوند 47-48 سال است که ما حیاتی یک جای داریم. در این حیاتی یک جای ما صاحبی 3 فرزند، 2 پسر، 1 دختر و صاحبی 10 نبیره هستیم. شکر خداوند. در خاتمه به اشتراکچان دور شهری آزمون عالی نمونوی سپاسنامه و تحفه مقامات جایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند تقدیم کرده شد. اوله اتحاد پاک و مقدس است و باید آری از همه گونه کینه و نفاق و غرض و خیانت باشد. تشکیل اوله همچنین باید در اساس مصلحت و مشورت والدان و پیوندان از روی انعنه های ملی و کم خرج و با نظام صورت بگیرد. همین طور اوله اساس جامعه، تأمینگر همبستگی امروز و فردای آن، مسئول تربیه شایسته نسل نورست و سرچشمه سعادتمندی این هاست. پدر و مادر محور اوله اند. بینندگان گرامی، در همجا برنامه اطلاعاتی پیغام با پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر شاد و پیروز باشید.